بشاد تو و پاراشای بحر رو، پاراشای بیتحون رو شروع میکنیم که خداوند میگه شش شانیم تیزرک کرمخا، شش سال صحرا و مزرعت رو کشت و زر کن، اما روز سال هفتم اون رو به حال خودش رها کن و برکت خداوند رو شامل خودت بکن، نه فقط یک سال بلکه سه سال، چرا که از روزی که کاشتن رو متوقف میکنه دیگه اواسط سال ششمه دیگه نمیکاره، تا به سال هشتم، و سال هشتم تازه شروع کنه به کاشتن، دیگه اواسط سال هشتم تازه میتونه درو بکنه. پس سال ششم و هفتم و هشتم چی؟ خداوند میگه من سه برابر سال ششم بهت محصول میدم که تا سال هشتم دوام داشته باشی، و حتی یاشان میپنه نوشان توسیو، که حتی اون محصول ششم هنوز تا محصول هشتم هم، سال هشتم هم به بار بیاد، هنوز توی سیلوها و انباراتون باشه که اونها رو خارج کنید که محصول جدید سال هشتم رو میخواید بیارید. وقت میکنیم دورتورا امروز و لیلون اشمد تمام رفتگان از جمله پدر زنم ماشیح حیم بن مردخای زکوتو یاگن لین واشم تنخنو بگن ایدن. ببینیم در پاراشای بحر خداوند میاد و میگه ببین میسواهایی که به زمین ربط داره رو سعی کنید تا اونجایی که میتونید در ارث اسرائیل نگه دارید. و سیتم ات حکوتای، و نگه دارید احکام من رو، و ات مشپتای، و قوانین من رو تشمارو، نگه دارید و اسیت متام، و انجام بدهید آنها را، اون موقع است ویشفتم ساکن خواهید بود الها آرس بر زمین ارس اسرائیل لاویتا، با اطمینان، با بیتحون، با توکل، با راحتی. بیتحون امروزه به معنی سیکیوریتی یعنی امنیت، یا بیمه، ضمانت. این همه که ما داریم از نظر امنیت، بیتحون، لاویتا، دلقراری، دلگرمی در زندگی تکاپو میکنیم، سعی و تلاش میکنیم، خداوند میگه بهترین طریقه امنیت و بیتحون در زندگی اینکه وعصیتم ات حکتای و ات مشبتای تشمارو، وعصیتم اتا که به احکام خداوند اون توجهی که لازمه رو بدیم که اونها رو انجام بدیم و نگه داریم. فرق بین حکتای و مشپتای چیه؟ معمولا قانونی که آدم متوجه میشه، معنیشو میفهمه، براش منطقیه، مکسنس، جنبه مشپت داره، یعنی قضاوت، خودش میسنجه و میفهمه. اما قوانین و مثباتی که معنیشو متوجه نیست، حالیش نیست، نمیفهمه آخه چرا، از کجا، به چه دلیل، اون میشه حک. و حک یعنی حکم، و تورا میاد اول از بود ایمان با ما صحبت میکنه که از روی ایمانت
حکم و میثاق خداوند رو با اینکه نمیفهمی انجام بدی. و همین باعث میشه که صد البته اونهایی که میفهمی ویت میشباتای و برات معنی داره رو انجام بدی. ولی اگر آدم اول از اونهایی که معنی داره رو بخواد انجام بده، بعد بخواد پیش بره، اون موقع است که کم کم تنها عقل خودش براش ترازوی سنجشش میشه که اگر میفهمه انجام میده و اما اگر نمیفهمه انجام نمیده. اون موقع است که میاد برای خودش دستچین میکنه، گلچین میکنه، پیکنچوز اون چیزی که به فکرش قابل قبول میرسه رو انجام میده. فقط با فکر خودش میره جلو، نه با فکر خداوند که حکمتی و اسراری در اون هست. پس میاد در پاسخ میگه ات حکتای، احکام من رو با اینکه نمیفهمید شروع کنید و انجام دادن. اون موقع است که اونهایی که میفهمید رو بهتر انجام میدید و اون موقع است که برای خودتون دلقراری و دلگرمی رو تو زندگی بیشتر میکنید. پس چه موقعی واقعا انسان ایمانش رو بیتحون، توکلش رو به خداوند نشون میده؟ موقعی که با این که نمیفهمه هنوز مطیع، تسلیم، حرف شنوه، رهروه، دنبال روه، با این که نمیفهمه نشون میده که من فقط ایمانم به عقل تو خداوند، نه به عقل خودم. مثل لوکوموتیو توی ترن، اون فقط موتور داره، اون فقط چرخش داره، اما بقیه کابینه هایی که پشت لوکوموتیو هستن اونها دنبال روی لوکوموتیو هستن، کوپه جلوی هستن. تو بقیه کوپه ها فقط یه مش چرخنده است، اما توی کوپه جلویی که لوکوموتیوه موتور اصلی، ما دلمون بسته به اینه که به چی خوش باشه تو زندگی، که خدای داریم پیشا پیش ما، جلودار ما، رهبر ما، راهنمای ما که داره ما رو پیش ببره. همطور که در پاسخ که به اورخان نیره اور، که خداوند با نور توی که ما نور رو تو زندگی تشخیص میدیم. اگر نور تو نبود هیچ نوع نور و امتیاز دیگه رو ما متوجه نبودیم. که آیا این حالت قدرتی که در ما هست به ما داره کمک میکنه که خدا رو تو زندگیمون بیشتر پیدا کنیم، یا این قدرت داره ما رو در زندگی خودمون همه کاره جلوه میده و گول میزنه؟ این پاسخیه که ما هر روز در تفیلا میخونیم. هشم صفتای تفتاح اوفی اگی تیلاته خواه، بکشای خداوند صفتای لبهای من رو باز کن. چرا؟ اوفی اگی تیلاته خواه، که دهانم بتونه مدح و ثنا و تعریف تو رو بکنه. آیا به نظر شما داوید هم‌ملک بهتر نبود بگه خداوند چشمایم رو بگوشای که بتونم برکاتت رو، نعماتت رو بیشتر تشکر و مدح و ثنا بگم؟ چرا میگه دهانم رو بگوشای، لبهایم رو بگوشای؟ تا آدم نبینه متوجه نمیشه و تا متوجه نشه تشکری قدر نمیدونه. پس چرا داوید هم‌ملک به جایی که بگه گل اینای چشمانم رو باز کن که همیشه دعاگوی تو باشم، میگه دهانم رو باز کن که دعاگوی تو باشم؟
سناگوی تو باشم. چون به خاطر اینکه اتفاقا داوید هم‌ملک از این آرزه و بیماری ما مطلع. خیلی از اشخاص هستن که اینها نابینای چشمی نیستن، کالر بلایند هستن، یعنی همه چیز رو به یه رنگ نگاه میکنن، نمیتونن تشخیص بدن که فرق رنگ ها چیه. در واقع مثل تلویزیون سیاه‌سفید که همه چی ها سیاه‌سفید، اصلا رنگی نیست. داوید هم‌ملک میدونه که ما میبینیم بزرگی و عظمت خداوند رو تو زندگیمون، اما سختمونه که بخوایم ادمیت بکنیم، اعتراف بکنیم که از جانب خدا بود. من هیچ کاری بودم، کمک خداوند بود، کاری نکردم. میدونه که ما دنبال یک دلیلی میگردیم که بالاخره یک قسمتشم کردیت و افتخارشو به خودمون بدیم، خوشمون میاد، کیف میکنیم، یا اگر دیگران از ما تعریف کنن یا خودمون از خودمون. عقل من، ببین چقدر من عقلم رسید که این کارو بکنم، چقدر من تونستم جلوتر از دیگران باشم، خوب شد من گول نخوردم، خوب شد این کارو نکردم. دوست داریم به خودمون کردیت بدیم، از خودمون تعریف بکنیم، خودمون رو ناجی و نجادنده خودمون بدونیم. با همین دلیل داوید هم‌ملک میگه خداوند دیدن غیر قابل انکاره، همش از آن توست. اما اینکه ادمیت بکنیم، اعتراف بکنیم، بگیم همش از جانب توست، اون یه ذره سخته. پس خودت این لبهای ما رو باز کن، بگوشای صفاته تیفتاه اوفی اگی تیلاته خواه، که دهان من مده تو رو بگی. پس اینجا ما میبینیم برای که انسان بتونه بیتحون، اطمینان، آرامش، طیب خاطر، سیکیوریتی، امنیت، دلقراری تو زندگی داشته باشه، باید دلو بزنه به دریا، باید مرد عمل باشه، باید قبول بکنه که احکام الهی تنها یک تناب نجات هستن که اومدن به کمک ما. حالا ما چه بفهمیم دلیلشو نفهمیم، در نجاتیم، رو به نجاتیم. پس هر چقدر اتفاقا نخواهیم بفهمیم، میبینیم اطمینانمون داره به خداوند بیشتر میشه و دلقراریمون بالاتر. اما هر چقدر بخواهیم بفهمیم، اون موقع است که دلشلو و دلنگرانیمون بیشتر میشه. و خداوند میگه ببین حکم، بیا از مصوت گنگ و نادانسته شروع کن که برات معنیش گنگه، از اونا شروع کن، از اون مصوتی که نمیفهمی، نه از اون مصوتی که میفهمی. آیا به نظر شما موقعی که همسایمون ما رو دعوت میکنه به یک مهمونی، در کدوم حالت بیشتر یه ذره پرسجو میکنیم؟ آیا همسایمون، یا اگر پادشاهی ما رو دعوت میکنه به مهمانیش، در کدوم حالت ما بیشتر تحقیق میکنیم که آیا بریم یا نریم؟ آیا چه نوع پذیرایی از ما میشه؟ تو کدوم حالت؟
کدوم دعوت رو چشم بسته قبول میکنیم؟ دعوت همسایمون یا دعوت پادشاهمون؟ پادشاه. چرا دعوت پادشاه رو چشم بسته قبول میکنیم؟ چرا نمیپرسیم آیا اینا بنزو کافی جا دارن انقدر همه رو دعوت کردن؟ آیا پارکینگ چی؟ با پارکینگ میخوان چیکار بکنن؟ آیا چرا؟ با چشم همین چی رو میبینیم دیگه، احتیاج به نه. چرا دعوت پادشاه رو از 6 ماه قبل چشم بسته قبول میکنیم اما دعوت همسایمون رو از 2 هفته قبل یک ذره دودلیم، اول پرسجو میکنیم؟ پادشاه همیشه پادشاهه، ولی فکر میکنم که همسایه مهمتر از سام تایمز پادشاهه. درست، ولی دعوت کدوم رو شما مطمئنتر چشم بسته قبول میکنید، همسایه یا پادشاه؟ پادشاه برای اینکه مملکت رو اداره کرده بهش تراست بیشتری داریم، یعنی میدونیم که میتونه یه کاری یا میتونه بکنه. یعنی اینکه شما انقدر قدرت در پادشاه میبینید که حتی اگرم برامون جای سوالی باشه میگیم nothing to be worried about، میدونه چطور هندل بکنه، قدرتشو داره، پولشو داره، عقلشو داره، تواناییشو داره. پادشاه بستگی داره به کی باشه پادشاه. مثال زدیم، یک قدرت والا مثل پادشاه با یک قدرت معمولی مثل همسایه. پس یعنی این که انسان قبول بکنه که اطمینانش، ارتباطش با خداوند هر چقدر از روی ایمان باشه، نه از روی سوال، از روی ایمان باشه، موجب دلقراری خودش میشه. چون انقدر به خداوند قدرت میده، انقدر توانایی و حکمت در خداوند میبینه که دیگه تمام شک و تردیدها و ترس و دلشوره‌هاش برطرف میشه. مثلا شما موقعی که میرید بانک موقعی که بخواد به کسی وام بده، اول نگاه به کردیتش میکنه، نگاه به قدرتش میکنه، نگاه به منیجمنتش میکنه که تا الان چطور تونسته بیزینسشو، کمپانیشو، خودشو، زندگیشو، کردیتشو منیج بکنه، مدیریت بکنه. اگر این سرش میشه، پولشو داره، قدرت مالیشو داره که بده ماهیانه و الی آخر، چرا نه؟ اما اگه میبینن که کردیتش پایینه، خوب نمیتونه، پول دستش میاد، مدیریتش پایینه، میگن ببخشید we can trust you. فوقش هم اصرار بکنه، یه کردیت لاین یه ذره درجه پایین بهش قرض میدن با اینترست بالا، که فوقش هم نداد حداقل زیاد پولشون تو خطر نبوده. پس یعنی این که هر چقدر انسان پولش بیشتر باشه، بیشتر قبولش دارن که بهش پول قرض بدن، اما هر چقدر پولش کمتر باشه، کمتر قبولش دارن که پول بهش قرض بدن. پس یعنی بانک اتفاقا پول قرض به چه کسایی پول قرض میده که احتیاج به پول ندارن؟ نه اون کسی که در مضیقه و احتیاج داره. صندوق اعانه نیست که بخواد به فقرا کمک بکنه، اتفاقا میخواد به پولدارا کمک بکنه. آیا به نظر شما خداوند چی؟ آیا خداوندم دنبال این میگرده که ببینه کی پولداره، کی فقیره، که بهش کمک بکنه؟ آیا خداوندم به نظر شما هوای پولدارا رو داره یا هوای فقرا رو؟
مگر خود خداوند این شخص رو پولدار نکرده؟ پس چرا نخواد هواشو داشته باشه؟ خداوند به نظر شما هوای کدومو داره؟ بریم این دفعه پولدار بشیم یا چیز دیگه اگه بخوایم خداوند هوامونو داشته باشه؟ هوای هر دو رو داره، ولی فکر میکنم هوای پولدارا رو بیشتر داره. هوای کدوما رو بیشتر داره؟ هوای پولدارا رو بیشتر داره. پس بریم پولدار شیم. خدا هوای همه رو داره. تعریف میکنن در مورد یه فقیری که نشسته بود تو کنیسا، فقیری میکرد، نون شب محتاج، نمیدونست امشب کجا بره چی بخوره. یک بار میبینی که صدای گریه و عشق و زاری میاد، نگاه میکنی میبینی اون پولدار شهر دم هیکل کنیسا زانو زده و شروع به گریه و عشق و التماس. میره جلوتر ببینه داره با گریه و زاری پولدار شهر به خدا التماس، خدایا نیم میلیون دیگه بده من کشتیم به مقصد برسه، بتونم اینو تیکر بکنم، این میلیون دیگه تشکر. اینا میبینه بابا انگار قیمت خیلی بالاست، شروع میکنه به خدا التماس کرد، خداوند ده دلار بده من امشب شامم غذام مایا باشه، بعد چند روز گشنگی رفه. خلاصه این پولداره میبینی خیلی داره سر و صدا میکنه، دست میکنه تو جیبش ده دلار در میگه بیاین ده دلار، بگه حواس خدا رو پرت نکنه. این که شما گفتی خداوند هوای پولدارا رو داره، اتفاقا خداوند با پولدارا معامله میکنه، میگه من بهت میدم که تو هم بدی. اما برگردیم اینجا، راستشو بخواید خداوندم بانکیه که بله به ثروتمندا بیشتر اعتماد میکنه تا به فقرا. اما چه ثروتی؟ نه ثروت مالی، ثروت ایمان، بیتحون، توکل. اونایی که چشبسته خداوند رو، فرامین خداوند رو قبول دارن، اونایی که هیچ سوالی براشون نیست که آخه چجوری بابا اگه ما قرار باشه، آخه چجوری، همیشه این سوال برای ما هست، اگر قرار باشه من با فلانیم هیچ نوع ارتباطی نداشتم، اگه قرار باشه در مورد هیچ کسی صحبت نکنیم، اگه قرار باشه این حلاخای شباد یا این لباس یا اون رو، آخه چجوری؟ متاسفانه یکی از دلایلی که ما دین و آیین رو یک ذره شل میگیریم یا با اون صورت دنبال نمی کنیم، چون فکر میکنیم که دین و آیین، حلاخا، میسود یا تورا به اون صورتی که زندگی ما احتیاج داره احتیاجات ما رو رفع نمی کنه. فکر میکنیم که ما عقلمون بیشتر از تورای خدا میرسه و میبینیم که ای بابا آخه چجوری اگر قرار باشه. با اون صورت ایمانمون کامل نیست که خداوند حلال مشکلاته و چه بسا همین دارو و درمانیه برای احتیاجات ما. پس خداوند میگه میخوای دلت قرار باشه ویشفتم بارس لاوتا، سعی کن هی خیال خودتو و نگرانیت رو برطرف نکنی که حتما خدا رو شکر هم به فلانی زنگ زدم، همین کار رو کردم، همینجوری شد، الانه که خدا رو شکر پیش میره. میگه سعی کن خودت عامل اطمینان و دلگرمی خودت نباشی، خداوند رو عامل دلگرمی و اطمینان خودت بکن، که هرچه خدا خواست همان شد. خداوند میدونه چرا این میسوار رو به من داده و بهتر از من میدونه. فقط تو این دنیا نیست، تا
ابدیت من با خداوند همراه هستم و خداوند فکر ابدیت رو کرده، نه فقط فکر موقت رو. به عزت داشتم که بتونیم فرامین خداوند رو همچنان با آغوش باز پذیرا باشیم و با اطمینان باز که بتونیم اون دلگرمی رو همیشه در خودمون حس بکنیم که تا مادامی که با خدا هستم خدا با منه و هیچ جای نگرانی در زندگی نیست. باروخ هشم لعولم آمین. بازم مبارکتون باشه، انشالله همه خیرشون بود. آمین، تانکیو، خیلی ممنون.